با سلام، شما بیننده قسمت 22 از برنامه آموزشی مهارت درست فکر کردن هستید. این برنامه آموزشی با حمایت و پشتیبانی بنیاد آینه تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان می شود. در این بسته آموزشی که 100 جلسه خواهد بود، اصول درست فکر کردن را بر اساس آموزه‌های کریتیکال ثینکینگ یا تفکر نقادانه و همچنین آخرین یافته‌های علمی در زمینه تفکر تهیه می‌کنیم، مطالبی رو و تقدیم حضور شما می‌کنیم. در جلسه امروز می‌خواهیم به بحث پیرامون اراده آزاد بپردازیم. همیشه این صحبت مطرح میشه در کلاس‌های تفکر، زمانی که صحبت از این میشه که چگونه باید تصمیم بگیریم و تصمیم گیری صحیح چه اصول و چه مراحلی داره، با این سوال اساسی مواجه میشیم که آیا اساساً ما اراده آزادی برای تصمیم گیری داریم یا نه، که باید به این پرسش بنیادین بتوانیم جواب بدیم. در جلسه امروز میخواهیم به این پرسش پاسخ بدیم. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنیم، خدمت شما عزیزان عرض میکنم که شما اگر درباره مطالبی که در این کلاس گفته میشه سوالی براتون پیش میاد، میتوانید با ارسال سوالتون به این ایمیل آدرس سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، ما به سوالاتتون جواب میدیم. در ضمن اگر مایل هستید که مطالبی بیشتر در زمینه آنچه که در این کلاس گفته میشه در اختیار داشته باشید، می توانید به این کانال تلگرام جوین بشید و مطالب بیشتری رو در زمینه تفکر در اونجا داشته باشید. همچنین فایل های PDF کلاس های ما در دو وبسایتی که در اینجا می بینید، www.ayn.org و وبسایت دوم، قابل دانلود هست. شما می توانید فایل های PDF رو از این سایت ها دانلود بکنید. همانطور که خدمتون عرض کردم، امروز میخواییم درباره هنر تصمیم گیری بحثمون رو ادامه بدیم. خب ما چند جلسه هست که داریم درباره هنر تصمیم گیری صحبت میکنیم. آمدیم و مدل شش کلاه فکری از ادوارد دیبانو رو خدمت شما معرفی کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز در واقع جلسه ششم هست که ما روی این تاپیک هستیم. جلسه ششمی هست که میخوایم درباره هنر تصمیم گیری صحبت بکنیم با موضوع خاص اراده آزاد یا فری ویل در تصمیم گیری. بحث وجود اراده آزاد همیشه برای انسان یکی از بحث‌های اساسی و مطرح بوده. همیشه این سوال وجود داشته که آیا ما اراده آزاد داریم؟ خب خیلی ها به خصوص در ایران تحت تأثیر شرایط تاریخی و ادبیات ما بیشتر به سمت جبری شدن حرکت کردن، همه چیز رو قسمت میدونن، همه چیز رو از پیش تعیین شده میدونن و این یه مقدار بر کیفیت فکر کردن و بر کیفیت تصمیم گیریشون تأثیر میگذاره، به خاطر اینکه نمیرن تصمیم‌های خودشون رو آنالیز بکنن، عیب و ایرادهاشو برطرف بکنن. وقتی که با تصمیم نادرستی، با نتیجه نادرستی مواجه میشن، برای اینکه خودشون رو آروم کنن میگن که قسمت ما این بود، خواست خدا این بود، تقدیر این بود، و با این نگرش امکان تصحیح خطاها و بالا بردن کیفیت تصمیم گیری رو از خودشون متاسفانه سلب میکنن. خب ما میخوایم به این سوال جواب بدیم که چقدر در تصمیم گیری ها و رویدادهایی که اتفاق میفته ما انسان ها نقش تعیین کننده داریم، چقدر دست ما هست و چقدر ما به نوعی میتونیم بگیم قربانی تقدیر و سرنوشت هستیم. در کلاس مهارت فکر کردن وقتی که بحث پیرامون تصمیم گیری مطرحه، بارها دیده میشه که و ما میایم پیشنهادهایی میدیم که چگونه میتوانید کیفیت تصمیم گیری رو بالا ببرید. همانطور که عرض کردم خدمتون، این سوال مطرح میشه که اصلا به ما بگید ما چقدر در تصمیم گیری هامون
دخیل هستیم. ما شاید فکر میکنیم که ما نقش خیلی ویژه ای داریم، در حالی که همه چیز از قبل تعیین شده هست، به خصوص در تصمیم گیری هایی که برای مثلا مسائل مهم زندگی باشه. مثلا درباره ازدواج خیلی ها اعتقاد و باورشون اینه که از قبل مشخص شده، وقتی که جای خواستگاری میرن و اون جواب رد میشنون میگن که خب اینجا قسمت من نبوده، از قبل در سرنوشت من نبوده که من با این شخص ازدواج بکنم. پس این گونه هست که بسیاری از ما به نوعی خودمون رو گرفتار تقدیر و سرنوشت و قسمت و خواست خدا و مشیت الهی و اینها میدونیم. این کلماتی که من به کار بردم شما میبینید در گفتگوهای روزمره ما چقدر زیاد استفاده میشه و ما دائما از این واژگان که مثلا مشیت الهی نبوده، خواست خدا بوده اینجوری بشه، تقدیر من این بود، سرنوشت این گونه برای من خواست، اینها برای ما این بحث مطرح میشه. همانطور که اشاره داشتم به این مسئله، یکی از عللی که این نوع طرز فکر در ما ایرانی ها به خصوص بیشتر از جاهای دیگه دیده میشه که ما سعی میکنیم خودمون رو قربانی سرنوشت و قسمت ببینیم، ادبیات ما هم هست. خب من وارد بحث های مثلا نقد ادبی و اینها قرار نیست بشم، فقط آنچه که مطالعات نشون میده در زمینه تفکر این هستش که افرادی که این گونه اشعار رو آشنایی دارن میخونن، اینها یه مقدار به سمت این که همه چیز رو قسمت ببینن، قضا و قدر ببینن و خیلی برای بالا بردن کیفیت تصمیم گیری در خودشون فکر و برنامه ریزی نداشته باشن، در این گونه افراد ما اینها رو بیشتر میبینیم. اشاره میکنم مثلا از حافظ یه شعر هست: رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. خب این گونه اشعار که تو رضایت بده به هر وضعیتی که داری، برای ما اختیاری اصلا وجود نداره، اینها سبب میشه که ما انگار خودمون رو در چارچوب تقدیر گرفتار ببینیم و خیلی برای اینکه بخوایم زندگی خودمون رو تغییر بدیم و به فکر و برنامه ریزی بریم، به این سمت حرکت نمی کنیم. یا شعر دیگری میگه: روزی که کلک تقدیر در پنجه قضا بود، بر لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود. ببین میگه بر لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود. این گونه اشعار باعث میشه که ما بیشتر جبری مسلک بشیم، بیشتر باور پیدا بکنیم که همه چیز قسمت هست و کسی که همه چیز رو تقدیر و سرنوشت بدونه خیلی برای تصمیم گیری های خودش فکر و برنامه ریزی نمی کنه. در بحث های گذشته ما به این مسئله اشاره کردیم که این نوع نگرش یه عیب خیلی بزرگ داره و اون این هستش که فرد رو دچار نوعی فلاکت روانی می کنه. شخصی که احساس بدبختی میکنه و فکر میکنه که خواست خدا این بوده و دیگه کارش نمیشه کرد، این گونه افراد با این نگرش معمولا برای زندگیشون فکر و برنامه ریزی نمیکنن. بحث داشتن اختیار یا نداشتن اختیار یکی از بحث‌های قدیمیه، بحث‌های مذهبی، فلسفی که خب همه کم و بیش آشنایی داریم که نظریات مختلفی داده شده که چقدر ما باید به جبر اعتقاد داشته باشیم، چقدر به اختیار. ما وارد این گونه بحث ها نمیخوایم بشیم در اینجا، چون اینها بحث های کلامی و فلسفی هست و قبول یا رد یک نظریه بستگی به پیشفرض هایی داره که ما قبول داشته باشیم. پس بحث ما در اینجا نقش خداوند یا قضا و قدر در سرنوشت انسان نیست. نمیخوایم این بحث های فلسفی رو اینجا داشته باشیم. ما میخوایم ببینیم که ما چقدر میتونیم با فکر و برنامه ریزی زندگی خودمون رو در اختیار بگیریم و کیفیت زندگی خودمون رو با بالا بردن کیفیت تصمیم هامون بهتر بکنیم.
پس ما میخوایم کیفیت زندگیمون بهتر بشه و از این رو باید ببینیم تصمیم گیری های ما باید کیفیت بهتر و بالاتری پیدا بکنن. کسانی که بیشتر به سمت بحث قسمت و این مسائل میرن یه جورایی خودشون رو تسکین میدن، آروم میکنن. وقتی که اشتباهی میکنه، حتی مثلا شما میبینید با ماشینش تند رانندگی میکنه، بی احتیاطی میکنه و بعد تصادف میکنه، نمیخواد خودشو مقصر بدونه. ما اینو در بحث سوگیری ها، در سلف سرونگ بایاس یا سوگیری خودخدمتی این رو بیان کردیم. برای اینکه به خودش خدمت کنه، هیچ وقت میخواد انسان خودش رو مقصر ندونه. بنابراین وقتی که اتفاق بدی میفته، تصادف میکنه، به جای اینکه بنشینه ببینه که چرا این اتفاق براش افتاد که دفعه بعد اون روند رو طی نکنه، میگه قسمت بود که من این تصادف رو امروز داشته باشم. در صحبت‌های روزمره این گونه افراد شما کلمه قسمت رو خیلی زیاد میبینید. خب پس تکلیفمون رو با این قضیه روشن کردیم که قرار نیست ما بحث‌های کلامی، فلسفی، مذهبی داشته باشیم درباره جبر و اختیار، ولی سعی می‌کنیم اشاره کوتاهی به این مسئله داشته باشیم که اونها چه نگاهی به موضوع دارن. ولی آنچه که برای هر یک از ما روشنه اینه که وقتی که مثلا سر میز صبحانه هستیم، واقعاً ما تصمیم می‌گیریم که چه چیزی رو میل بکنیم، یا مثلا تصمیم میگیریم امروز به بانک بریم یا نریم. واقعا نمیشه گفت که ما تصمیم گیرنده زندگی خودمون نیستیم. خیلی جاها ما تصمیم میگیریم و باید مسئولیت تصمیم گیری های خودمون رو بپذیریم. نگیم که قسمت بود و باید این اتفاق میافتاد. آقای پوتین میتوانست تصمیم بگیره که به اوکراین حمله نکنه و این همه خسارت و در واقع خسران به بار نیاره. اینها تصمیم های افراد هست که در سطح خرد و در سطح کلان گرفته میشه و باید انسان مسئولیت تصمیم های خودش رو بپذیره. این که ما اراده آزاد یا فری ویل داریم یا نداریم، همونطور که خدمتون عرض کردم، طرفداران و مخالفان خودش رو داره. آنچه که بحث اراده آزاد رو میاد وارد یک مرحله جدیدی میکنه، یعنی از اون بحث های کلامی و فلسفی یه مقدار میاره بیرون، مطالب علمی هست که این روزها منتشر میشه. شما میتوانید مقالاتی رو ببینید، در یوتیوب ویدیوهایی رو ببینید که به صراحت گفته میشه در اونها که اراده آزاد توهمی بیش نیست. Free will is an illusion. و میگن که اصلا انسان این که بگیم اراده آزاد داره چنین نیست. چرا اینا این حرف رو میزنن؟ بر اساس مطالعاتی که دارن در نوروساینس انجام میدن و که من میخوام به اون یه مقدار اشاره بکنم و بگم که با توجه به این مطالبی که مطالب علمی که در اختیار ما قرار گرفته، ما چگونه میتوانیم به این بحث قائل باشیم که ما هنوز تصمیم گیرنده هستیم و ما آرشیتکت زندگی خودمون هستیم و باید مسئولیت تمام تصمیم هایی که میگیریم رو بپذیریم. این بحث همیشه مطرحه که مثلا ما وقتی که گرسنه هستیم میتونیم، در حالی که مثلا رژیم غذایی داریم یا روزه هستیم، تصمیم میگیریم، اراده میکنیم که غذایی رو استفاده نکنیم. پس این گونه هم نیست که ما هیچ اراده ای از خودمان نداشته باشیم. میخوایم ببینیم داستان چیه که دانشمندان علوم اعصاب میگن که اراده، بعضی هاشون البته میگن اراده آزاد توهمی بیش نیست. میخوایم ببینیم بر اساس چه مطالعاتی اینها چنین حرفی رو میزنن. چون اگه ما بیایم بگیم که وجود این اراده آزاد هیچ اصلا وجودی نداره، ما هیچ اختیار و اراده‌ای نداریم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای ما به وجود میاد بحث moral responsibility هست، بحث مسئولیت اخلاقی هست. پس دادگاه‌ها رو تعطیل کنیم، هیچ کس مسئول کاری که میکنه نیست، هر چیزی تقدیر بوده، قضا و قدر بوده، باید اتفاق میافتاده. نه، چون این چیزی
نیست، بحث ابعاد مختلفی داره. بنابراین سعی میکنیم به سه رویکرد اصلی نگاه کنیم و به خصوص بپردازیم به این که در رویکرد علمی مسئله اراده آزاد رو چگونه میبینن. همونطور که ملاحظه میفرمایید در این سلاید ما تصمیم داریم که از سه منظر به موضوع نگاه مختصری داشته باشیم: از دیدگاه علمی، از دیدگاه فلسفی و از دیدگاه مذهبی. دانشمندان علوم اعصاب که دیدگاه علمی رو به ما میدن، مطالعاتشون میگه که ما در مثلا آزمایش هایی که اینها انجام میدن، میان مثلا فردی رو در حین تصمیم گیری ازش اسکنهای مغزی میگیرن و فرایندهای مغزیش رو با دستگاه زیر نظر میگیرن و اینها متوجه میشن در این آزمایش هایی که انجام میدن لحظاتی قبل از اینکه تصمیمی گرفته بشه دستگاه ها از تصمیم فرد آگاه هستند. به چه شکل؟ مثلا به فرد میگن که شما تصمیم بگیر با دیدن یک مثلا چراغ که دست راست رو، وقتی که چراغی روشن میشه تصمیم بگیر که دست راست رو میخوای بالا ببری یا دست چپ رو. خب چراغ که روشن میشه، دستگاه قبل از اینکه شخص دست راست یا چپ رو بالا ببره با دقت 100% که خیلی مهمه، با دقت 100% به ما میگه که این شخص الان کدام دست رو بالا خواهد برد. اینها در آزمایش هایی که انجام میدن به این ترتیبه که وقتی سبد میوه ای رو جلوی شما میگیرن، اینکه شما فکر بکنید که الان یه سیب بردارید یا یه پرتقال بردارید، قبل از اینکه شما اون میوه به خصوص رو بردارید دستگاه ها میگن که یه الان سیب رو برمیداره یا الان پرتقال رو برمیداره. به نوعی اینها میان میگن که خب پس ما متوجه میشیم که یک فرایندهایی در مغز انسان انجام میشه، مغز تصمیم خودش رو میگیره و بعد به اطلاع ما میرسه، به خودآگاهی ما میرسه، ما از تصمیمی که مغز برای ما میگیره آگاهی پیدا میکنیم. با این توضیح اینا میگن که اراده آزاد توهمی بیش نیست، چون مغز داره کار خودشو میکنه و تصمیم خودشو میگیره و بعد به اطلاع ما میرسه که ما دست راست رو بالا ببریم یا چپ رو، یا مثلا کدام میوه رو از داخل سبد میوه انتخاب بکنیم. اینها بر اساس این نوع مطالعاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدن که پس اراده آزاد وجود نداره. همونطور که عرض کردم، بحث این که مثلا از داخل سبد میوه لحظاتی قبل از اینکه شخص تصمیم بگیره دستگاه ها نشون میدن که بر اساس اسکن هایی که دارن از مغز میگیرن، دستگاه ها نشون میدن که کدام میوه رو برخواهد داشت و این یه مسئله بسیار مهمه. دیدگاه فلسفی چی میگه؟ دیدگاه فلسفی میگه که ما باید شرایط لازم برای اینکه ببینیم اراده آزاد وجود داره رو بتونیم توضیح بدیم با بحث های منطقی و فلسفی. دیدگاه غالب در فلسفه چیه؟ دیدگاه غالب اینه که ما برای اینکه بتونیم مسئولیت اخلاقی کارهایی که میکنیم رو به عهده بگیریم، باید قبول کنیم که اراده آزاد وجود داریم. چون در فلسفه دیدگاه غالب اینه اگه شما این بحث رو قبول نداشته باشید که ما اراده آزاد داریم، اون موقع چگونه بحث مسئولیت اخلاقی رو میتونیم توجیه بکنیم؟ و همونطور که اشاره داشتم، پس باید دادگاه ها رو تعطیل کنیم اگر قرار باشه به این نتیجه برسیم که انسان اصلا در تصمیم هایی که میگیره هیچ اراده ای از خودش نداره. دیدگاه مذهبی چی میگه؟ دیدگاه مذهبی بر اساس آموزه های دینی به موضوع نگاه میکنه و میخواد نشون بده که خداوند، اینها در مذهب به این مسئله خیلی اعتقاد راسخی دارن که خداوند این جهان رو آفریده و او عالم بر همه جهان هست، از همه چیز اطلاع داره. وقتی افراد مذهبی به این موضوع فکر میکنن که خدا همه چیز دانه، از همه چیز خبر داره، این سوال مطرح میشه: خب آیا خدا از تصمیم من خبر داره یا نداره؟ اگر اینا بیان بگن که خبر نداره، خب نمیشه. اگه بگن خبر داره، مسئله جبر پیش میاد و اینکه همه چیز از قبل تعیین شده است که خداوند میدونه که ما چیکار میخوایم بکنیم. دیدگاه غالب در میان مذهبیون که گروهی به سمت خیلی افراطی به سمت جبر و گروهی
افراطی به سمت اختیار حرکت کردن، دیدگاه غالبشون اینه که میگن نه جبر نه اختیار، یک امری بین ایناست، یعنی امرون بین الامرین میگن در عربی. سعی کردن با این موضوع رو توضیح بدن، ولی خیلی این بیانشون مسئله رو برای ما روشن نمیکنه که خب واقعا داستان چیه، حالا کجا ما اختیار از خودمون داریم کجا نداریم. و توضیحاتی که داده میشه، مثلا آقای مطهری در کتابش میگه که مثل پرنده ای رو شما در نظر بگیرید که در یه اتاق، از این اتاق نمیتونه خارج بشه، مجبور در این محیط باشه، ولی میتونه در هر گوشه این اتاق که خواست پرواز کنه و بنشینه. یعنی ما اختیارات محدودی رو داریم که به این شکل مثلا ایشون این مسئله رو در کتابش توضیح میده. من با خودم فکر کردم شاید بهتر باشه اگه بخوایم این دیدگاه رو مطرح بکنیم، از بازی‌های فوتبال که به صورت کامپیوتری بچه‌ها بازی میکنن، دوستان بازی میکنن، با این توضیح بدیم جبر و اختیار رو. شما میدونید که الگوریتم این مسابقه فیفا رو مثلا چی؟ یک نفر یا چند نفر نوشتن از قبل، پس به صورت یک برنامه کامپیوتری این در اختیار ما قرار گرفته. ولی افرادی که میشینن فوتبال با هم بازی میکنن واقعا مهارت پیدا میکنن، واقعا اون لحظه دارن بازی میکنن، چون وقتی که مثلا توپ در اختیار این پلیر هست، در اختیار این بازیکن هست، میتونه به عقب پاس بده، میتونه به جلو بفرسته، میتونه شوت کنه به توی اوت، میتونه چند کار انجام بده. همه این کارهایی که میتونه انجام بده رو در الگوریتم نوشتن، پیش بینی کردن. پس با مثلا 10 تا انتخاب این پلیر در اون لحظه که توپ در اختیارشه میتونه چیکار بکنه؟ میتونه 10 تا کار یا 15 تا کار میتونه با این توپ انجام بده. همه اینا رو نوشتن که وقتی من و شما داریم بازی میکنیم احساس بکنیم که ما داریم تصمیم میگیریم. پس ما و واقعا ما تصمیم میگیریم که توپ رو مثلا به دروازه‌بان پاس بدیم، جلو بفرستیم، چیکار بکنیم. این میشه که به نوعی ما داریم کار میکنیم، ما اختیار داریم، تصمیم میگیریم، ولی روند اون بازی و کل اون ماجرا همه ازش اطلاع داریم که الگوریتم هایی هست که از قبل نوشته شده. شاید این توضیح بهتری بده برای کسانی که میخوان امور از دیدگاه مذهبی مسئله جبر و اختیار رو توضیح بدن. خب ما برمیگردیم به بحث‌های علمی خودمون، ببینیم که با نگاه علمی، چون قرار هست که در کلاس‌های مهارت تفکر همیشه یادآور میشیم که ما قرار نیست بحث‌های روشنفکری بکنیم، قرار نیست بحث‌های فلسفی بکنیم، چون دیدگاه‌ها متناقض با هم و ما رو به جایی نمی‌رسونه. از فلسفه استفاده می‌کنیم، اما در کنارش متد ما متد علمی هست، سعی میکنیم با دید علمی در موضوع تفکر پیش بریم. میخوایم ببینیم که مغز چگونه تصمیم میگیره و ما به چه یافته هایی رسیدیم. ببینید، مغز انسان به گونه ای طراحی شده که با سرعت بالا کار بکنه. خب خیلی از کارا رو انجام میده بدون اینکه از ما سوال بکنه، یعنی الگوریتم هایی به شکل طبیعی در ما وجود داره، الگوریتم هایی که اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو دارن کنترل میکنن، فعالیت قلب، چه میدونم کلیه ها، تنفس انسان، تمام این فعل و انفعالات داره به وسیله مغز انسان هدایت میشه، کنترل میشه و الگوریتمش به شکل بیولوژیک در ما وجود داره. از ما سوال نمیکنه الان مثلا ضربان قلب رو چیکار بکنم، خودش اینها رو برای ما کنترل میکنه. پس ما مغزی داریم که یک سری فعالیت ها رو به وسیله الگوریتم هایی که، الگوریتم یعنی دستورالعمل، مجموعه ای از دستورالعمل ها برای انجام یه فرایند رو میگیم الگوریتم، مانند الگوریتم هایی که در کامپیوتر می نویسن تا یک برنامه ران بشه. خب یه سری الگوریتم ها در انسان به شکل طبیعی وجود داره و بدن انسان داره به وسیله مغزش کنترل میشه و نیازی هم نداره که به آگاهی ما برسه و از ما اجازه بخواد یا ما بخوایم اینجا انتخابی داشته باشیم. گاهی میبینیم که مغز
مجبور فی‌البداهه تصمیم بگیره، خیلی سریع باید واکنش نشون بده. مثلا بچه‌ای داره میفته توی آب، ماشینی داره دنده عقب میاد، بلا فاصله به صورت فی‌البداهه ما باید تصمیم بگیریم. اینجا سوالی که پیش میاد این هستش که آیا در این مواقع، در این گونه مواقع ما واقعا اصلا وقت داریم که بخوایم وارد تحلیل بشیم، مسئله رو بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم، یا به شکل آنی تصمیم میگیریم؟ جواب همه ما این هستش که ما به شکل آنی تصمیم میگیریم. اینجا مسئله این هستش که خب مغز چیکار میکنه که میتونه با سرعت بالا این تصمیم های آنی و فی‌البداهه رو برای ما بگیره؟ یا مثلا وقتی که شیئی به سمت صورت ما، به سمت چشم ما میاد، مغز کاملا هوشیار هست و قرار نیست اون لحظه از من و شما سوال بکنه که الان چیکار بکنم. خودش از ما محافظت و مراقبت میکنه، ما رومونو برمیگردونیم، چشمامونو میبندیم تا اون شیء به چشم ما اصابت نکنه. به اینا باید توجه کنیم تا به ما نشون داده بشه که این مغز داره از یه طرف یه سری فعل و انفعالات رو به شکل طبیعی با الگوریتم های طبیعی داره انجام میده، که گفتیم همون فعالیت قلب و کلیه ها و نظایر اینها هست. از یک سو میبینیم که یه جاهایی باید به صورت آنی و فی‌البداهه چکار بکنه؟ تصمیم بگیره. اینها الگوریتم های طبیعی مغز انسان هستند. خب حالا اونجایی که چیزی رو یاد میگیریم چه اتفاقی میفته؟ خب یه سری چیزها رو به شکل طبیعی داشتیم، حالا یه سری چیزها رو انسان یاد میگیره، یک سری مهارت‌ها رو یاد میگیره، از جمله همین مهارت تفکر رو. میخوایم ببینیم که در یادگیری مهارت‌ها مغز چگونه عمل میکنه. این مطلب خیلی مهمیه. ببینید، برای اینکه چیزی رو یاد بگیریم، دوباره مغز براش چیکار میکنه؟ الگوریتم میسازه. در مورد اول الگوریتم ها رو در اختیار داشت، در طول فرایند تکامل و تحول بشر، برای بقای بشر این الگوریتم ها در ما ساخته شده. ولی وقتی که چیزی رو یاد میگیریم، مهارتی رو یاد میگیریم، مغز سعی میکنه براش الگوریتم بسازه، و وقتی که براش الگوریتم ساخت، این امکان برای ما به وجود میاد که دو تا اتفاق بیفته: یکی این که با سرعت بالا انجامش بدیم، و دوم این که به شکل ناخودآگاه انجامش بدیم. یعنی نیازی نباشه از ما دستوری در لحظه‌ای که میخواد انجام بده بخواد بگیره، درست مثل الگوریتم های طبیعی میخواد بکنه اینو، یعنی میخواد به همون شکل همون روند رو طی بکنه، الگوریتم بسازه و دیگه از ما اجازه نخواد، از ما نخواد بپرسه و کار خودش رو انجام بده. این نکته بسیار حائز اهمیت فهم این مطلب که ببینیم که در تصمیم گیری انسان داره واقعا چه کار میکنه. ما میایم بر اساس الگوهای فکری و عادتهای فکری که در خودمان ایجاد میکنیم میایم فکر میکنیم. پس به این نکته توجه بکنید. خب خیلی ها میگن که ما فی‌البداهه تصمیم میگیریم، ما رو حالت آتوپایلوت هستیم، مغز داره تصمیم های خودش رو میگیره. خب مغز این تصمیم ها رو بر اساس افکار، باورها، عادت های فکری که ما در طول زندگی برای خودمان ایجاد کردیم انجام میده. بنابراین این گونه نیست که مثلا دستورالعملی از قبل نوشته شده باشه. نه، بر اساس دانش و تجربیاتی که هر یک از ما می آموزیم، مغز ما به نوعی پروگرام میشه. پس اینجا هست که ما دخالت داریم در تصمیم گیری هامون. درسته که ممکنه در یک مهمانی ما یه تصمیم بگیریم و بعداً با خودمون فکر بکنیم که چرا من این تصمیمو گرفتم، به خاطر اینکه ما در حالت عادی رو حالت آتوپایلوت هستیم و در اون لحظه مغز بر اساس الگوهای پیشین برای خودش تصمیم‌ها رو میگیره و تحویل ما میده، چون میخواد به صورت اتوماتیک عمل بکنه. خب پس ما اینجا متوجه میشیم که به هنگام یادگیری مغز دوباره میره چیکار میکنه؟ میره الگوریتم میسازه. با الگوریتمی که میسازه یک مهارتی رو ما یاد میگیریم، دیگه وقتی که میخوایم استفاده کنیم در حین یادگیری که هستیم باید به انجامش فکر بکنیم،
شما وقتی که دارید رانندگی رو یاد میگیرید، وقتی که زبان دومی رو یاد میگیرید، باید اوایل فکر کنید و انجامش بدید. ولی بعد از مدتی که اون مهارت رو آموختید یا به عبارتی الگوریتمش نوشته شد، اون موقع دیگه بدونی که بخواید بهش فکر بکنید میتونید انجامش بدید. و یادگیری زبان همینطوره، رانندگی به همین شکله. و نیازی نداره که ما در لحظه ای که صحبت میکنیم بخوایم دستور بگیریم یا فکر کنیم که چی میخوایم بگیم. ولی افرادی که هنوز به زبان دوم تسلط ندارن باید چیکار بکنن؟ باید فکر کنن و حرف بزنن. و این نشان دهنده این هستش که هنوز الگوریتم این براشون کامل نوشته نشده. الگوریتم های طبیعی در مغز در طی فرایند تکامل ایجاد شدن. خب این نکته مهمی بود. گفتیم که این که ما فعالیت قلب و کلیه و اینها به چه شکلی باشه، اینها الگوریتم های طبیعی مغز ما هست که در طی فرایند تکامل در ما ایجاد شده. مثالش میتونه همون اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک باشه که دارن به طور خودکار فعالیت مغز، فعالیت بدن انسان رو کنترل و تنظیم میکنن. در روانشناسی رفتارگرایی یا بیهیویریزم به این یادگیری، فرایند یادگیری رو habit formation یا تشکیل عادت میگن و با این فرمول توضیحش میدن که ما ابتدا یک کاری رو تکرار میکنیم، بعد شرطی میشیم، کاندیشن میشیم و بعد از اون habit در ما ایجاد میشه، تشکیل عادت. این فرایند که طی بشه ما یک عادتی رو یاد میگیریم. خب در روانشناسی رفتارگرایی با این کلمات، با این کانسپت ها همون چیزی که ما گفتیم الگوریتمش نوشته میشه رو توضیح دادن. بعدها در روانشناسی شناختی یا کاگنیتیو سایکولوژی آمدن و از ترم اتوماتیسیتی بیشتر استفاده کردن. اتوماتیسیتی یا فرایند اتوماتیک شدن باز یعنی همین، یعنی اینکه اون الگوریتم نوشته بشه و ما بدون اینکه بخوایم فکر بکنیم و دستور بگیریم در لحظه ای که فعالیتی رو انجام میدیم بتونیم اونو به طور خودکار انجامش بدیم. اینجا ما به چی توجه کردیم؟ اینجا ما به این توجه کردیم که یک، مغز یه سری الگوریتم ها رو به شکل طبیعی داره. دو، وقتی که ما چیزی رو یاد میگیریم، مهارتی رو یاد میگیریم، دوباره مغز میره براش الگوریتم مینویسه تا بتونه اونو به شکل خودکار سریع و بدون اینکه از ما در لحظه ای که میخواد تصمیمی گرفته بشه، بدون اینکه بخواد از ما سوال بکنه، بتونه اتوماتیک اینو انجامش بده. حالا همه این توضیحات رو من خدمت شما دادم تا بگم که در جواب متخصصان علوم اعصاب که میان میگن که ما اراده آزاد نداریم، نگاه کنید دستگاه ها لحظاتی قبل از اینکه شخص تصمیمی رو به آگاهیش برسه، دستگاه ها نشون میدن که تصمیم چی هست، به خاطر اینکه الگوهای فکری در مغز ما گذاشته شده. و این درسته، بله، مغز از اونها استفاده میکنه و کار خودش رو انجام میده. بنابراین توضیحش این هست، ما مسئول همه کارهایی هستیم که انجام میدیم، چون ما هستیم که این باورها، این افکار، این ایده ها رو در مغز خودمان جای میدیم. برای اینکه موضوع اراده آزاد رو بهتر توضیح بدیم، میخوایم به فرایند، به یک فعالیت ذهن به این شکل که سه تا فرایند همزمان داره اتفاق میفته، حالا بعضی وقتها به شکل خطی ما اینها رو توضیح میدیم ولی اینها پرالل هستن، سه نوع فعالیت اصلی یا سه نوع فرایند اصلی در ذهن من و شما داره اتفاق میفته. همش thinking یا فکر کردن عزیزان نیست. این سه تا کدام هستن؟ یکی از این نیروهایی که داره ذهن ما رو کنترل میکنه امیال، خواسته ها، انگیزه های ما هستند، همون wanting به زبان انگلیسی. نیروی دومی که داره فعالیت های ذهنی ما رو کنترل میکنه عواطف و احساسات یا feeling. پس یک نیرو امیال، نیروی دیگر احساسات، نیروی سوم فکر کردن، تفکر.
برایند این ستا میاد چکار میکنه؟ برایند این ستا همونطور که در اون شکل اونجا نشون دادم، برایند این ستا میاد رفتار ما، عملکرد ما رو نشون میده. پس ما زمانی که یک تصمیمی میگیریم، سه تا نیرو داره در ذهن ما کار میکنه، با هم به صورت پارالل دارن کار میکنن که ما تصمیمی رو میگیریم یا کاری رو انجام میدیم. مسئله اینه که ما میخوایم بدانیم که چقدر اون فرایندهای فکری، تفکر یا عقلانیت اگه اسمشو بذاریم، چقدر اونها دارن نقش آفرینی میکنن، یعنی در اون سه بخش چقدر در کنترل thinking هست، چقدرش در اختیار عواطف و احساساته، چقدر احساسات دارن این فرایند رو کنترل میکنن، و امیال ما، خواسته های ما چقدر نقش آفرینی میکنن. اگر ما این ستا رو هم کاملا متوجه باشیم که به چه شکل این ستا دارن در کنار هم کار میکنن، یه مقدار در ذهنمون جا میفته که ما به هنگام فکر کردن داریم چه کار اصلا میکنیم. پس ما میخوایم ببینیم که اون فکر کردن کجای کاره، احساسات چه نقشی داره و امیال چقدر نقش آفرینی میکنن، فاعلیت دارن در کارهایی که ما انجام میدیم. در حالت طبیعی به این شکله که ما اول میل و خواسته ای رو داریم. میدونید همه چیز برمیگرده به امیال و خواسته های انسان، چون مغز انسان برای خدمت به ما ایوالف کرده، تحول و تکامل پیدا کرده. ابتدا میل و خواسته ای در ما ایجاد میشه، بر اساس میل و انگیزه و خواسته ما احساسات ما برانگیخته میشه در لیمبیک سیستم، و از این قسمتش رو آنتونیو داماسیو به خوبی در مطالعات علمی خودش به ما نشان داده. پیام‌هایی از سیستم پاداشی مغز به سمت لوب فرانتال ارسال میشه. لوب فرانتال یا لوب پیشگاهی یا پیشانی، اون لوب هست که فرایندهای عقلانی داره اونجا انجام میشه. از بعد از اینکه لیمبیک سیستم برانگیخته شد، پیام‌های ارسال میشه و نهایتاً انسان یه تصمیمی رو میگیره. بنابراین در حالت طبیعی و نرمال یه جورایی میشه گفت تفکر انسان در خدمت یا بنده اون دوتاست که شما میبینید. هیوم هم در کتابش میگه که ریزن بنده پشنه، منظورش همینه. یعنی به خاطری که اونها زودتر اتفاق میفتن، انگار که اونها دارن سیستم رو هدایت میکنن. وقتی کسی میاد مهارت فکر کردن رو یاد میگیره، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این ریاست رو، این قیمومیت رو بیاد به تفکر بده. البته این گونه نیست که ما مثلا چیزی رو ادراک میکنیم صرفا مثلا بر اساس همینجور رندم چیزی رو ادراک بکنیم، نه، ادراکات ما هم دوباره بر اساس الگوهای فکری ماست. بنابراین اینها فرایندهای پارالل هستن. ما هنوز آنطور که باید و شاید مسئله تفکر رو نشناختیم، ولی آنچه که میدانیم این هستش که ما بر اساس مفاهیم ذهنیمون چکار میکنیم؟ بر اساس مفاهیم ذهنیمون، mental concepts، فکر میکنیم و تصمیم میگیریم و دچار عواطف و احساسات میشیم و چیزهای دیگه. بنابراین ادراک ما بر اساس mental concepts انجام میشه که در جلسات قبل این بحث رو خدمت شما توضیح دادم. در اینجا این وقت برنامه این جلسه ما تمام میشه. ما این بحث رو در جلسه آینده خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم این برنامه آموزشی مورد قبول و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. بنیاد آینه از سرآغاز فعالیت بر آن بوده
با همدلی و همزبانی فرد فرد جامعه را با حرکتی هدفمند از من به ما برساند تا با هم و در کنار هم مرهمی باشیم بر زخمهایی مشترک. در این راستا هدف بنیانگذار آینه تشویق احداث یک مثلث سلامت متشکل از افراد جامعه، سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی و رسانه هاست. تنها با حرکتی مکمل و با تلفیق توانایی های سه ضلع این مثلث میتوان در جستجوی جامعه و جهانی سالم موفق شد. با رادیو آینه روزنه‌ای را در اختیار شما قرار میدهیم تا پایگاه رشد این مثلث سلامت با همیاری تک تک شما عزیزان باشد.